از جمعه 29 همه آبان ماه یک گروه جهادی مسلح به هتل لوکس رادینسون بلو در باماکو پایتخت مالی حمله کرده و حدود 170 نفر را به گروگان گرفتند. گرچه پلیس مالی میگوید که درباره شمار دقیق گروگان ها در این هتل مطمئن نیست خبرگزاری ها از کشته شدن دستگم سه گروگان خبر میدهند یکی از مقام های ارتش مالی به خبرگزاری ها گفته است ده فرد مسلح در حالی که فریاد الله و اکبر سر داده بودند به این هتل حمله و ابتدا به سوی محافظان آن شلیک کردند این هتل در غرب پایتخت در ای که ساکنان آن اکثرا مقام های دولتی و دیپلمات ها هستند واقع است یک مقام سازمان ملل به شبکه تلویزیونی سی این گفته است دو شهروند مالی و یک فرانسوی از جمله کشته شدگان هستند. خبرگزاری چینی شین هم میگوید دست کم هفت چینی در میان گروگان ها هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های ترکیه هفت از کارکنان خط هواپیمایی ترکیش ایرلاینز نیز در این هتل گرفتار شده اما سه تن از آنها توانستند بگریزند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته است گروگان هایی که توانستند آیاتی از قرآن را بخوانند آزاد شدند در واکنش به این گروگانگیری سفارت آمریکا در باماکو در حساب توییتری خود اعلام کرد که از حمله به این هتل و عملیات مأموران امنیتی آگاه است سفارت آمریکا همچنین از تمام شهروندان این کشور خواست تا خود را به مکانی امن برسانند لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است این کشور به هر اقدام لازمی برای مبارزه با گروگانگیرهای باماکو دست خواهد زد به گفت گروه بحران در سفارت فرانسه در مالی تشکیل شده است مالی زمانی از مستعمرات فرانسه بود و حفظ امنیت این کشور از جویه سال 2013 به نیروهای سازمان ملل سپرده شد این نیرو پس از آنکه وایت مشترک فرانسوی آفریقایی شورشیان اسلامگرا را از شهرهای اصلی شمال مالی عقب راندند تامین امنیت را بر عهده گرفت جمهوری مالی در غرب آفریقا با جمعیتی حدود 15 میلیون نفر است گروههای را در شمال مالی دو سال پیش تلاش کردند تا کنترل کشور را به دست بگیرند اما با مداخله نیروهای فرانسوی این تلاش آنها به شکست انجامید تلویزیون الجزیره میگوید گروگانگیرهای مالی عضو گروه موسوم به انصارالدین هستند که هدف آنها استقرار حکومت اسلامی و اجرای قانون به گفته آنها شریعت در مالی است کمیته حقوق بشر سازمان ملل قطنامی پیشنهادی عربستان سعودی را که در آن مداخله ایران در سوریه محکوم شده تصویب کرده است این قطنامه الزام آور نیست و در 28 آبان با 115 رأی موافق 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع به تصویب رسیده است ایالات متحده و کشورهای غربی به قطنامه رأی مثبت دادند در این قطنامه حضور همه گروه های تروریستی خارجی و نیروهای خارجی که در حمایت از بشار اسد در نبردها شرکت دارند به ویژه سپاه قدس سپاه پاسداران و گروه های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان در سوریه محکوم شده است در این قطنامه در این حال بدون آنکه به طور مستقیم از روسیه نام برده شود همه حملات علیه گروه های روی مخالف در سوریه شدیدا محکوم شده و توقف فوری آنها خواسته شده است غلام حسین دهقانی معاون نمایندگی ارشد ایران در سازمان ملل نیز قطنامه را رد کرده و گفت در این تروریست تروریستها و کسانی که با تروریستها میجنگند تمیز داده نشدند در تحولی دیگر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید برخی کشورهای اردوگاه ضد سوری به میجه آمریکا برای کنارگیری بشار اسد از قدرت را رد کرد و گفت تعیین پیش شرط تغییر حکومت در سوریه برای مبارزه با تروریسم نمادی از منطق جنایتکاری و سبب تداوم بقایه تروریستی می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه روسیه خانم زاخاروبا روز جمعه 29 آبان در جمع خبرنگاران گفت مرتبط کردن سرنوشت سیاسی رئیس جمهور سوریه با آغاز مبارزه علیه داعش به عنوان نگرش جنایتکارانه سبب زجر مردم عادی مانند فرانسوی ها در وقایع تروریستی اخیر پاریس می شود وی تصریح کرد تعامل سازنده و روابط گسترده کشورها سازمان های اطلاعاتی و امنیتی که علیه تروریسم هدف گذاری شده باشد می تواند تدابیر مناسب را برای مقابله با تهدیدهای پیشرو در این حوزه و برخورد با چالش های تروریستی تأمین کند. در همین حال عبدالله المعلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد روز جمعه 29 آبان در مصاحبه با کانال تلویزیونی الحدس گفت پادشاهی سعودی برای متحد کردن مخالفان سوری در قالب یک احتلاف یا جبهه سیاسی با رهبری واحد و موضعی مشخص تلاش می کنند. آقای معلمی گفت کنفرانسی که قرار است در ریاض برگزار شود شامل همه تیف های سیاسی سوریه حتی مخالفانی که در داخل سوریه هستند خواهد شد به گزارش رسانه های عربی مقامات سعودی با تعدادی از رهبران سیاسی و نظامی مخالفان سوری در داخل اعتلاف ملی مخالفان و در خارج از آن تماس گرفتند تا موافقت آنها را با برگزاری نشستی میان آنها در ریاض در نیمه اول دسامبر آینده به منظور توافق روی تشکیل رهبری یک پارچه ای جلب کنند که در اواخر سال آینده وارد مذاکره با دولت سوریه در خصوص تشکیل دولت انتقالی بشود طبق توافقات به عمل آمده شنبه گذشته در نشست وین قرار شد که در سوریه دولت موقت تشکیل شود تا مقدمات برگزاری انتخابات در این کشور را فراهم کند در همین حال عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی پس از توافق نشست شنبه گذشته وین برای حل بحران سوریه تصریح کرد اگر بشار رئیس جمهور سوریه از طریق فرایند سیاسی از قدرت کنار نرود کشورش به حمایت خود از مخالفان سوری ادامه خواهد داد در یورش روز 18 نوامبر پلیس فرانسه به آپارتمانی در منطقه سندنی در حومه پاریس یک زن 26 سال خود را منفجر کرد. او بول حسن نام دارد و به عنوان مدیر یک شرکت ساختمانی در شمال پاریس کار می کرد. بنابر گزارش پلیس حسنا حسن هنگام یورش پلیس ابتدا پشت پنجره در طبقه سوم ظاهر شده و با دستهای بالا برده به نشانه تسلیم موقعیت را زیر نظر گرفته است یک شاهد عینی میگوید که پیش از آن صدای فریاد کمک کمک این زن را شنیده است به نظر کارشناسان پلیس این کار به منظور گمراه کردن نیروهای امنیتی صورت گرفته است به گزارش خبرگزاری ها وی در جریان یورش دستور ماموران پلیس را که از او خواستند چهره خود را نشان دهد اجرا نکرده است یک فیلم ویدیویی غیر حرفی نیز نشان میداد که ماموران از حسنا میپرسند دوست پسرت کجاست او در پاسخ میگوید که او دوست پسرم نیست ظاهرا این کلمات آخرین جمله حسنا بلحسن بودند چون بلافاصله صدای انفجاری قوی شنیده می شود به گفته شاهدان عینی شدت انفجار تا حدی بوده که دیوارهای اصلی خانه ترک بر می و تکه های بدن این زن تا سوی دیگر خیابان پرت می شود جان میشل فاورگو رئیس واحد ضد ترور حمله 18 نوامبر پلیس فرانسه در این رابطه در مصاحبه با روزنامه فیگارو میگوید ما خبر داشتیم که دو مرد و یک زن مسلح در آپارتمانی در منطقه سندنی مخفی شدند و به مواد منفجره و کلاشینکوف مجهز هستند به گفته ی وی حسناب هستند خود را با این قصد منفجر کرده که به مأموران امنیتی آسیب وارد کند گفته می شود که این زن انتحاری پیش از اقدام به عمل با شخص نامعلومی تلفنی صحبت کرده. هنوز هویت این شخص و همچنین رابطه ای او با حسناب حسن مشخص نشده. خبرها همچنین حاکی است که جسد یک زن دیگر در محل کشته شدن طراح حملات پاریس یافت شده است. این خبر را دادستانی فرانسه روز جمعه 29 آبان ماه اعلام کرد پیشتر گزارش شده بود که در درگیری های روز چهارشنبه که به گفته پلیس فرانسه 7 ساعت به طول انجامید دست کم دو نفر کشته شدند یکی از کشته شدگان این عملیات عبدالحمید اباعود بود که از او به عنوان طراح و هماهنگ کننده ی حملات خونین جمعه گذشته پاریس نام برده میشد جسد او به دلیل اصابت رگبار گلوله و انفجار انتحاری در محل به سادگی قابل شناسایی نبود و شناسایی از روی اثر انگشت او صورت گرفته به جز حسنا حسن که انگام یورش پلیس خود را منفجر کرد با کشف جسد جدید قطعی شده است که در آپارتمانی که هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته دست کم یک مرد و دو زن حضور داشته و کشته شدند هویت زن دوم هنوز اعلام نشده گفته می شود که اباعود و دستکم یکی از همدستان او در حملات پاریس برای انجام این عملیات بدون جلب توجه سازمان های امنیتی اروپا از سوریه به اروپا سفر کرده بودند. مسئولیت حملات پاریس را گروه داعش بر عهده گرفته و تهدید کرده حملات مشابهی را در سایر کشورهای غربی به اجرا خواهد گذاشت این تهدید باعث نگرانی امنیتی بویژه در کشورهایی شده است که در عملیات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه مشارکت دارند در فرانسه دولت لایحه تمدید وضعیت اضطراری به مدت سه ماه دیگر را به پارلمان ارائه داد و سطح آماده باش امنیتی در برخی از کشورهای اروپایی افزایش یافت در بلژیک نیز پلیس چند نفر را به زن ارتباط با گروههای تروریستی بازداشت کرد امروز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه ای در سطح وزیران کشور اقدامات لازم برای به اجرا گذاشتن تمهیدات امنیتی بیشتر را مورد بررسی قرار میدهند از جمله این تمهیدات سختگیری بیشتر مرزی در مورد رفت آمد میان کشورهای عضو پیمان شنگن است هانس گیورگ ماسن رئیس سازمان امنیت آلمان هشدار داد که ممکن است هر شهری در اروپا هدف حملات تروریستی گروه دولت اسلامی داعش قرار گیرد رئیس سازمان امنیت آلمان داعش را به جنگ جهانی تروریستی تعبیر کرده است آقای ماسن روز جمعه 29 آبان ماه در مصاحبه با بی بی سی جهانی گفت آلمان با تهدید جدی از سوی گروه های تروریستی به ویژه داعش مواجه است وی تصریح کرده با توجه به اهداف داعش باید فرض کنیم که هر لحظه ممکن است در هر شهر اروپایی چه پاریس چه بروکسل و چه لندن واقعی مانند حملات پاریس به وقوع بپیوندد آقای ماسن گفت در دهه های اخیر آلمان به زندگی بدون واهمه از اقدامات تروریستی عادت کرده بود اما پس از واقعی پاریس این وضعیت تغییر کرده است بازی آلمان و هلند که قرار بود روز سهشنبه با حضور آنگلا مرکل صدر آلمان در باشگاهی در هانوور برگزار شود چند ساعت قبل از آغاز بازی به دلیل وجود خطرات امنیتی لغو شد رئیس سازمان امنیت آلمان گفت آلمان نیز باید موقعیت و سیاست امنیتی خود را مورد بازنگری قرار دهد آقای ماسون در مورد اینکه در میان پناهجویان افرادی برای خرابکاری به آلمان راه یابند گفت مدرک قاطعی در دست نیست که نشان دهد برخی از پناهجویان یا مهاجران غیرقانونی تروریست هستند یا طرحهای تروریستی دارند اما اگر آنها از عراق یا سوریه بیایند می توان فرض کرد که با توجه به چهار سال جنگ داخلی احتمالا با استفاده از اسلحه آشنایی دارند که این خود باعث نگرانی است وی تأکید کرد ما میخواهیم مهاجرت غیرقانونی به آلمان به مهاجرت قانونی و نظام یافته تبدیل شود به نحوی که بدانیم چه کسانی در آلمان هستند چه میخواهند چه هدفی دارند و آیا آموزش کاربرد اسلحه دیدند یا نه سازمان های امنیتی خواستار چنین نظارتی هستند آقای ماسون گفت شنیده است گروه های اسلامگرا در صدد جذب داوطلب در آلمان هستند و این روند را نگران کننده توصیف کرد. از آقای ماسان سوال شد که با توجه به سیاست خارجی آلمان و اینکه این کشور مستقیما در حملات هوایی علیه داعش در سوریه شرکت نمی کند آیا به همان اندازه کشورهای دیگر غربی در معرض حمله داعش قرار دارد؟ گفت فکر می کنم دولت اسلامی به اروپا به عنوان یک هدف واحد نگاه می کند وی تصریح کرد واقعیت این است که احتمالا بریتانیا با خطر کمتری مواجه است زیرا دولت اسلامی میداند که اگر علیه این کشور یا آمریکا دست به اقدام تروریستی سنگینی بزند با واکنش تلافی جویانه و کوبنده این دو کشور مواجه می شود که ممکن است به نابودی این گروه منجر گردد اما آلمان و فرانسه و سایر کشورهای اروپایی هدفهایی چنین پرخطر برای این گروه محسوب نمی شوند. مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به حملات تروریستی در پاریس برنامه پرزیدنت اوباما برای پذیرش هزاران پناهجوی سوری و عراقی را متوقف کرد روز پنجشنبه 28 آبان این مجلس با 289 رأی موافق و 137 رأی مخالف این لایحه را تصویب کرد 47 نماینده دموکرات نیز به این لایحه پیشنهادی جمهوری خواهان رأی مثبت دادند اکثریت کرسی مجلس نمایندگان آمریکا در دست حزب جمهوری خواه قرار دارد برخی از قانونگذاران جمهوری خواه، ابراز نگرانی کردند که تروریست های از سوریه و عراق می توانند همراه با پناهجویان به با آمریکا وارد شوند و در این کشور به حملاتی مشابه آنچه که در پاریس اتفاق افتاد دست بزنند طبق مصوبه جدید پلیس فدرال آمریکا FBI ملزم خواهد بود با کنترل سابقه و سوء پیشینه پناهجویان پذیرفته شده برای اسکان در آمریکا از ورود پناهجویان غیر مطمئن ممانعت کند رؤسای پلیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و سازمان امنیت داخلی آمریکا متعهد می شوند که با ورود این پناهجویان به خاک آمریکا هیچ خطری امنیت ملی این کشور را تهدید نکند مسئله ای که رسیدگی به پرونده پناهجویان را دشوار می کند. مجلس سنای آمریکا باید لایحه مورد بحث را تصویب کند و این مسببه بایستی از طرف رئیس جمهور آمریکا نیز مورد تایید قرار بگیرد باراک اوباما اما اعلام کرده که در صورت تصویب این لایحه آن را به خواهد کرد آمریکا فرایند قانونگذاری پیچیده ای دارد حمایت بیش از دو سوم نمایندگان هر دو مجلس نمایندگان و سنا از یک لایحه امکان به توی آن به وسیله رئیس جمهوری را غیر ممکن می کند و مسبب تبدیل به قانون می شود رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود که آمریکا تا ماه اکتبر 2016 حداقل ده پناهجوی سوری را خواهد پذیرفت از آغاز سال 2015 تا کنون آمریکا فقط 1300 پناهجوی سوری را پذیرفته است اسکان مجدد پناهجویان در کمپ های آوارگان در اردن و لبنان نیز فرایندی طولانی دارد تصویب طرح کنترل ورود پناهجویان از سوی مجلس نمایندگان آمریکا پاسخی مستقیم به حملات گروه دولت اسلامی به پاریس است یکی از تروریست های حادثه پاریس پناهجوی سوری بوده که به تازگی وارد فرانسه شده بود فرمانداران 27 ایالت از 50 ایالت آمریکا نیز اعلام کردند که تصمیم رئیس جمهور این کشور مبنی بر پذیرش 10000 پناهجوی سوری را دیگر در سال 2016 میلادی اجرا نمی کنند. به گفته فرمانداران ایالت های آمریکا یکی از مهاجمان حملات تروریستی پاریس پاسپورت سوریه را داشته است در تازه ترین به پذیرش پناهجویان سوری در آمریکا بن کارسون نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا در اظهارات جنجال برانگیز پناهجویان سوری را به سگ هار تشبیه کرد وی از مواضع دولت باراک اوباما در قبال پذیرش پناهجویان سوری به شدت انتقاد کرد همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خواستار بردباری در جریان مبارزه با داعش شد و گفت نباید در راه مبارزه ارزش های بنیادین در حمایت از انسان ها به فراموشی سپرده شوند آقای کری گفت ما داعش را شکست خواهیم داد و همانطور که همیشه گفته ایم این موضوع به زمان نیاز دارد در تحولی دیگر چهار کشور اروپایی ناحیه بالکان که در مسیر حرکت پناهجویان قرار دارند روز پنجشنبه 28 آبان مرزهای خود را بر روی مهاجرانی غیر از اهل کشورهای جنگزده سوریه، عراق و افغانستان بستند. به این ترتیب هزاران مهاجر اقتصادی که در جستجوی زندگی بهتر میخواهند خود را به اروپای غربی برسانند در گزرگاه های مرزی کشورهای بالکان سرگردان ماندند سخنگوی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در سربستان گفت دولت مقدونی از روز پنج شنبه در مرزهای خود با یونان به اهالی مراکش، سریلانکا، سودان، لیبریا، کنگو، و پاکستان اجازه ورود نمی دهد. حدود 2500 نفر دیگری که منتظر عبور از مرز و حرکت به سمت شمال از طریق کشورهای ناحیه بالکان هستند نیز همکنون در یک اردوگاه موقت در جوار مرز با مقدونیه به سر میبرند هرچند اتباع سوریه بیشترین درصد از پناهجویان را تشکیل میدهند ولی دهها هزار نفر دیگر از اهالی کشورهای فقیر آسیای جنوبی مانند پاکستان بنگلادش و سریلانکا و یا کشورهای آفریقایی مانند سودان اریتره و سومالی نیز بخشی از این موج مهاجرت گسترده اند کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 28 ماه آبان ماه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. این قطعنامه که از سوی کانادا تهیه شده از سرکوب فعالان مدنی روزنامه نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدامها در ایران انتقاد کرده است. قرار است این قطعنامه در مجمع عمومی مطرح شود. 76 کشور به این نامه رأی مثبت، 68 کشور رأی ممتنع و 35 کشور به آن رأی منفی دادند. کشورهای اروپایی و آمریکایی از این نامه حمایت کردند و در مقابل روسیه، چین و سوریه از جمله کشورهایی بودند که به این نامه رأی منفی دادند. این کمیته در قطع نامه خود قویا دولت ایران را ترغیب کرده است که از برگزاری یک انتخابات معتبر شفاف و همه شمول پارلمانی در سال جاری اطمینان حاصل کند و به همه کاندیداها اجازه دهد بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رقابت کنند تا تبلور آزادانه اراده مردم ایران تضمین شود در این قدنامه همچنین از ایران خواسته است به محدودیتهای گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمعهای آمیز شهروندان پایان دهد. در بخش دیگری از این قدنامه از افزایش شمار اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. قطنامه جمعیت حقوق بشر همچنین از اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند انتقاد کرده است. در واکنش به این قدنامه قلام حسین دهقانی معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته است این قطنامه با انگیزه های سیاسی به طور گزینشی واقعیت ها را تحریف کرده است و بیانگر چیزی جز گمان های بیپایه ضد ایرانی نیست. وی به شدت از کانادا انتقاد کرد و گفت اوتاوا تعمدن به سیاست های تحریک آمیز خود علیه ایران ادامه می دهد. به گفته آقای دهقانی کانادا نگران وضعیت حقوق بشر نیست و نحوه اکسالعمل کانادا به جنایات رژیم سهیونیستی در قزه این سؤال را در ازهان زنده می کند که شاید کانادا از این ره گذر مانند موضع کمیته حقوق بشر به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی خاصی است. معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفته است که اگر بانیان پیشنویس قطنامه ضد ایران نگران حقوق بشر بودند لازم بود قبل از هر چیز پیشنویس قطنامه ای را در محکومیت رژیم سهیونیستی برای ترور و کشدار مردم غیر نظامی وارد کردن رنج و مهنت بر مردم غزه و لگدمار کردن روزمره حقوق اعراب و ساکنان عراضی اشغالی ارائه می کردند. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد همچنین گفت که این پیشنویس تحولات مثبت حقوق بشری جامعه ایران در دوره اخیر به ویژه پس از شروع به کار دولت جدید ایران را نادیده گرفته و دیدگاهی برخلاف انتخاب مردم ایران که با حضور گسترده خود در انتخابات سال گذشته ایران رئیس جمهور و دولت جدید را انتخاب کردند ارائه می دهد. این سخنان در حالی است که پیش از این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران گفته بود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به هفتادمین مجمع عمومی ایران را به نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده متهم کرده بود. کارگروه تعیین مصادق مجرمانه اینترنتی در ایران اعلام کرد اگر پیامرسان تلگرام ظرف مدت محدودی اقدام لازم برای حذف محتوای مجرمانه و خلاف مقررات جمهوری اسلامی را انجام ندهد فیلتر خواهد شد عبدالسمد خرمشاهی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی اعلام کرد این کارگروه در جلسه روز چهارشنبه 27 آبان ماه خود موضوع فیلترینگ پیام رسان تلگرام را بررسی کرده و بر اساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده که اگر پیام رسان تلگرام ظرف مدت محدودی برای حذف محتوای مجرمانه و رعایت قوانین جمهوری اسلامی اقدامی نکند این شبکه را فیلتر کند با این حال وی اشاره ای به جزئیات محتوای مجرمانه پیام رسانه تلگرام نکرده است محمود واعزی وزیر ارتباطات ایران روز چهار شنبه 27 آبان با بیان اینکه بحث فیلترینگ تلگرام تبلیغاتی شده گفت فکر نمی کنم این شبکه فیلتر شود. آقای واعزی خبر داد مدیران تلگرام در پاسخ به درخواست های وزارت ارتباطات ایران اعلام کردند که این پیام رسان یک کارمند مخصوص ایران را به کار گرفته و تلاش خواهد کرد از انتشار موضوعات نامناسب و خارج از اخلاقی ممانعت کند. وزیر ارتباطات پیش از این نیز اعلام کرده بود که پیامرسان تلگرام در صورت رعایت خطوط قرمز و مسدود کردن کانال های مستحجن مانعی برای فعالیت در ایران نخواهد داشت. آقای خورمشاهی پیش از این درباره ی فیلترینگ این پیام رسان گفته بود آنچه که باعث مطرح شدن موضوع مسدودسازی برخی از شبکه های اجتماعی خارجی در کار گروه شده این است که بسیاری از این شبکه ها به وسیله سحیونیست ها اداره می شوند و به هیچ وجه از قوانین و مقررات کشور تبعیت نمی کنند. این در حالی است که روح الله مؤمن نسب معاون رسانه های نوین مرکز فضای مجازی بسیج در یک برنامه تلویزیونی گفت مؤسس تلگرام دوست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بوده و دفتر کار او نیز در اسرائیل است وی بدون اشاره به منبع آماری مشخص تاکید کرده بود که 75 درصد از کاربران تلگرام ایرانی هستند و سهم آلمان، انگلیس و اسرائیل از کاربران این پیامرسان صفر است. وبسایت تابناک روز پنج شنبه 28 آبان در یادداشتی ضمن انتقاد از سخنان آقای مؤمن نسب اعلام کرد که طبق آخرین آمار تنها حدود 45 درصد از کل ترافیک انتقالی با سرور تلگرام از مسیر ایران 17 درصد از ایالات متحده 6 درصد از روسیه 3 درصد از انگلستان و در حدود 3 درصد نیز از آلمان بوده است در تحولی دیگر پیامرسان تلگرام اعلام کرد که 78 حساب کاربران خود را به دلیل مرتبط بودن با داعش و محافل اسلامگرای تند رو بسته است. تلگرام قبلا متهم شده بود که به ابزاری در دست تروریسم تبدیل شده است. تلگرام روز پنج شنبه 28 آبان رسما اعلام کرد ما از اینکه حسابهای عمومی تلگرام در جهت تبلیغ مورد استفاده ی گروه دولت اسلامی قرار گرفته بسیار متاسف شدیم در نتیجه 78 حساب را در 12 زبان مختلف به دلیل ارتباط با گروه دولت اسلامی بستیم سرویس پیام رسانی تلگرام که توسط پاول دورف در سال 2013 را اندازی شد به ویژه روی تلفن‌های موبایل گسترش یافت و به موفقیتی جهانی رسید. دفتر مرکزی تلگرام در شهر برلین واقع است. خبرگزاری دولتی عمان از آزادی سه شهروند آمریکایی زندانی در صنعا خبر داده است. دو تن از آزاد شدگان به گفته مقام های امنیتی از افراد طرف قرارداد سازمان ملل بودند که اخیرا خبر دستگیری آنها به دست شورشیان حوثی یمن منتشر شده بود. Associated پرس روز پنجشنبه 28 ماه آبان ماه گزارش داد که خبرگزاری دولتی عمان با انتشار بیانیه کوتاهی ضمن اعلام خبر آزادی سه شهروند آمریکایی توسط نیروهای حوثی یمن نوشته است که وزارت خارجه آمریکا از عمان خواسته بود این شهروندان آزاد شده را از خاک یمن خارج کند. در همین حال خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی روز جمعه 29 آبان ماه نوشته است این افراد به زن جاسوسی برای آمریکا دستگیر شده بودند خبرگزاری عمان به جزئیات بیشتری در مورد هویت آزاد شدگان اشاره نکرده اما به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه عمان نوشته است که این سه آمریکایی با یک فروند هواپیمای نیروی هوایی پادشاهی عمان از صنعا به مسقط منتقل شدند و به کشور خود بازگردانده خواهند شد منابع امنیتی مستقل در یمن گفتند که این سه طبعه آمریکایی دست کم دو ماه گذشته را در یک ساختمان امنیتی متعلق به حوسی ها در پایتخت تحت تصرف این گروه یعنی صنعا تحت بازداشت به سر بردند. به گزارش خبرگزاری آلمان عمان تا کنون واسطه آزادی چندین طبعه خارجی در کشورهای مختلف منطقه بوده از جمله در ماه اوت امسال به آزادی ایزابل پریم یک طبعه زن فرانسوی پس از پنج ماه اسارت در یمن کمک کرده است در خبری دیگر مقام های کویت روز پنجشنبه 28 آبان ماه از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه ای خبر دادند که برای داعش پول و سلاحهایی شامل راکت و تجهیزات ضد هوایی ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت کشور کویت اعلام کرده که اعضای این شبکه شامل یک کویتی، یک لبنانی، یک مصری، پنج سوری و دو استرالیایی است. رئیس لبنانی این شبکه اسام محمد سعید خیاط که در کویت متولد شده تأمین بودجه و پشتیبانی لوجستیکی گروه حکومت اسلامی را بر داشته و این کمک را از طریق ترکیه برای این گروه فرستاده است بیانیه وزارت کویت گفته است که متهم نخست این شبکه سایتی بر روی اینترنت دارد و از طریق آن به تایید و حمایت داعش می پرداخته است متهم لبنانی در بازجوییها ها اعتراف کرده که برای داعش سلاح از جمله موشک هایی از نوع FN6 خریداری کرده و با عناصر تروریستی این گروه در سوریه همیشه در تماس بوده است وی گفته پس از خریداری از اوکراین به سمت ترکیه فرستاده و از آنجا برای داعش در سوریه ارسال کرده است کویت حدود پنج ماه پیش شاهد یک حمله انتحاری به مسجدی در پایتخت خود بود که 27 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت